سلام و تقدیم ارادت به نام خدا و با درود خدا به روان پاک اشرف انبیا توفیق دیگری حاصل شد و در برنامه مستقیم و زنده دیگری در حضور شما عزیزان هستیم. امروز روز یکشنبه 17 ماه دسامبر سال 2017 و ما به ادامه تشریح آیات قرآن می‌پردازیم. در ساعت دوم این برنامه به سوالاتی که تا کنون رسیده پاسخ می‌دهم و بعد در ساعت سوم مجدداً تشریح قرآن رو پیگیری می‌کنیم. در جلسه گذشته درباره آیه های 24 و 25 و ارتباط اونها با آیه های قبلی مطالبی به عرض شما رسید و به علت ارتباط بسیار محکم و پیوند محکمی که بین این آیه ها از نظر مبتدا و خبر وجود داره، ما مجبور بودیم که در هر آیه‌ای به آیه های قبل اشاره بکنیم برای اثبات اونچه که مقصود و مطلوب آیه بود برای اینکه اون امر انجام بشه. در آیه 24 گفته می شود که علت این که آیه 24 سوره سوم گفته می شود که در ادامه آیه 23 که اشاره می کند به کسانی که کتاب در اختیار داشتند، مفهوم کتاب رو هم در اختیار داشتند، مطلع هم بودند، اطلاع داشتند به مطالب و مفاهیم کتاب، اونها رو هم می شناختند و حکم کتاب رو هم، محکمات کتاب و احکام کتاب و قضاوت کتاب رو هم پذیرفته بودند. اما وقتی که نوبت می رسه به این که کتاب روی خود اونها قضاوت کنه، از اونجا نگرانی و ناراحتی و مقاومت و مخاصمه شروع میشه. یعنی یک عده‌ای بر متن کتاب آشنا هستند، نصیب بردن، یک بخشی از کتاب رو فهمیدند که حالا این نصیب میتواند که به بخشی از کتاب آیات قرآن باشد، میتواند که بخشی از کتاب واحد نزول باشد، یعنی قرآنی که جمیع همه آیات الهی است. حالا به هر کدام از اینها که اشاره شده باشد در استنتاج تفاوتی نمی کند. به هر حال از مطالب کتاب سهمی بردند و فهمی بردند و در امور کتاب سهیم و در واقع دارای معرفت هستند، میشناسند کتاب رو. معذالک با وجودی که کتاب رو میشناسند، حقانیت کتاب رو هم قبول دارند و مفید بودن کتاب رو هم تصدیق میکنند و شناسایی کردند، ولی با همه اینها وقتی که کتاب برای دیگران قضاوت بکنه و قضاوتش جنبه تنبیه نسبت به دیگران داره یا محکومیت دیگران رو در بر داره، ما میپذیریم و میگوییم که بله، همین از کتاب مفیدی است،
قضاوتش بر حقی از طرف خدا آمده و باید در مورد دیگران حکم کنه. اگر ما پیش بینی کنیم که این کتاب اون افراد رو محکوم میکنه، هم کتاب رو قبول میکنیم، هم اعتبارش رو قبول میکنیم، هم قضاوتش رو، هم حکمش رو. اما اگر که این کتاب قرار شد که روی خود ما قضاوت بکنه و در مورد ما مسائلی رو مطرح بکنه، اون وقت باید گفت که اشکال از اونجا شروع میشه که ما دیگه کتاب رو نمیپذیریم. نمیتوانیم بگوییم که ما قضاوتی کتاب رو نمیپذیریم، میگوییم ما اصل کتاب رو قبول نداریم و روی گردان میشیم و اعراض میکنیم، هم دور میشیم هم پشت میکنیم و در واقع نوعی تمرد رو شروع میکنیم و به مرحله ارتداد میرسیم. وقتی که کتاب نسبت به ما وارد مرحله قضاوت و تحکیم میشه، اون وقت در آیه 24 که آیه بعد از این آیه است، میگوید که به این علت یا به این بهانه یا با این عذر اینقدر سرکش و اینقدر بی‌محابا هستند که از اونها میپرسن که خب شما که این کتاب رو قبول کردید، چرا قضاوتش رو قبول نمی‌کنید؟ چطور قضاوتش رو برای دیگران قبول می‌کنید؟ برای خودتون قبول نمی‌کنید؟ چطور قانون برای دیگران خوبه، برای شما خوب نیست؟ همین قانونی که برای دیگران عدله برای شما ظلمه. و بعد شما در مقابل این خطاهایی که می‌کنید و وعده‌های مجازات شدیدی که در کتاب آمده برای افرادی مانند شما که هم منافق هستند، هم طاغی هستند، هم عاصی هستند و هم فاسق هستند، چون این کاری که شما میکنید شامل همه این خطاها و اشتباهات هست. اون وقت در پاسخ اینها به شما میگویند که ما میدانیم که تخلف میکنیم، ما میدانیم که خلاف میکنیم، گناه میکنیم، خیانت میکنیم، دروغ میگوییم و میدانیم که در مقابل اینها در کتاب وعده مجازات هم داده است. اما ما به این علت که وعده مجازات درست نیست و جدی نیست و در واقع خدا دروغگوست و وعده عذاب علیم و عذاب شدید رو هم که در کتاب برای اعمال ما آورده دروغ است، تصادفاً حرف حق رو ما میزنیم، چون خدا دروغ میگوید ما راست میگوییم و برخلاف آنچه که خدا میگوید که مجازات این کارهایی رو که ما میکنیم، این خیانتهایی که ما میکنیم، این گمراهی هایی رو که برای بشر ایجاد میکنیم، این شریعت های دروغی و جعلی رو که درست میکنیم، این افترایی که به دین وارد میکنیم، همه اینها عذاب شدید داره و این کارها فقط اون کارهایی نیست که اون روز میشده، 1400 سال پیش میشده، 2000 سال پیش میشده، کارهایی است که همین امروز میشه و خیلی هم شدید و خیلی هم زیاد. بزرگترین معضل اسلام در حال حاضر انجام همین نوع خلاف هاست توسط ما، افترای به دین و از قول خدا سخن گفتن و خدا رو دروغگو معرفی کردن. خدا میگوید عذابی که من برای این افراد شامل میکنم عذاب شدید هست، شدت داره، یعنی در تکرار و در کثرت، هم تعدادش زیاده هم شدتش زیاده، در واقع آثارش شدید و
ممتد و مکرر هست و دردناک هم هست. همه اینها رو در قرآن خدا میگه، ولی اونها میگویند که همه اینها دروغه. و حقیقت اینه که اولا که آتش جهنم کسی رو لمس نمی کنه، اگر هم لمس بکنه صدمه ای وارد نمی کنه، تماسی هم که داشته باشه با ما صدمه ای وارد نمی کنه، امر جزئیه، رد میشه. و به این وسیله با تخفیف مجازات و با سوء تعریف از عکس العمل نسبت به عمل، عمل خلاف رو مجاز میکنند. ملاحظه کنید که تنبیه در مقابل اعمال، چه تنبیهی که وعده میشه چه تنبیهی که عمل میشه، هر دوی اینها برای بازداشت عمل زشته. یعنی چه؟ ما بگوییم که اگر این کاری کردی تو رو به زندان میبریم، یعنی به نوعی اخطار دست بزنیم، چه شخص رو واقعا بعد از انجام خطا به زندان ببریم؟ در هر دو حالت، چه تهدید به زندان، چه اخطار به زندان، چه فعل زندانی کردن. به خاطر این هست که از شروع جرم و تکرار جرم جلوگیری بشه، یعنی هم از ارتکاب جرم جلوگیری بشه و اگر شخص مرتکب جرم شد از تکرار ارتکاب جلوگیری بشه. اصلا وجود تنبیه و فلسفه وجود تنبیه برای همینه. البته با همین مفتریان، همین تنبیه هم تبدیل به نوعی مخاصمه، دشمنی و تلافی کردن و لجبازی کردن و انتقام کشیدن و یک صورتی از جنگ های فردی و نژادی در آمده. در صورتی که ما با مطالعه قرآن به این نتیجه قاطع میرسیم که اگر خدا رحمان و رحیم است و اگر اونچه که از خدا سر میزند رحمت خالص است، بنابراین تنبیه هم باید جزء رحمت خدا باشد، تنبیه هم باید جزء مهر خدا باشد. یکی از اسمهای خدا رؤوف است، یعنی رأفت دارد، یعنی هم رحم دارد، هم دوستی دارد، هم نگران بهبود شخص است. یعنی خصوصیاتی رو که یک مادر در مورد فرزندش داره، مفهوم رؤوف هست در مورد مخلوق. وقتی خدا دارای رأفت هست و اصلا یکی از اسماء الحسنا همین رؤوف هست در مورد خدا، در صفت فاعلی خدا، بنابراین اون چه که از خدا سر میزند باید تابع رحمت و رأفت او باشد. و تنبیه هم بایستی که رأفت او باشد، دلسوزی او باشد، رحمت و رحمانیت او باشد. آتش جهنم هم باید رفعت او باشد، رحمت او باشد، دلسوزی او باشد. و بعد یکی از اسامی فاعلی خدا که شاید مادر اسمهای فاعلی خدا باشد، رب است، که هم مسئولیت تربیت و تعلیم و هدایت و هم مسئولیت حمایت به عهده اوست. یعنی صفت ربانیت خدا هم دارای نیروی هدایت است، هم موجب تداوم و تمدید حیات است در هدایت و حمایتی که می کند، و هم جنبه رأفت و رحمت دارد. در هر حال یعنی هم موجبات
ادامه حیات رو فراهم میکنه، هم ما رو تغذیه میکنه، هم ما رو تعلیم میده، هم ما رو هدایت میکنه، هم تربیت میکنه و هم ما رو دوست داره و دوست داشته ما رو که آفریده. بنابراین این صفات رو اگر در فعلیت خدا، برای فعلیت خدا قائل باشیم و بپذیریم که خدا در فعلیت دارای چنین صفاتی است، اون وقت تنبیه هم بخشی از ربوبیت خدا میشه، تنبیه هم بخشی از هدایت و حمایت خدا میشه و تنبیه هم باید در این چهارچوب قرار داشته باشه، چهارچوب مهر و رحمت و عنایت و ربوبیت و حمایت و نگهداری و محافظت و قوامیت. چطور میتواند که تنبیه برای آزرده کردن یا برای زیان وارد کردن باشد؟ ملاحظه کنید چیزی که در ذهن ما کاشته شده در طول تاریخ این است که تنبیه برای ما زیان آور است، تشویق برای ما سود آور است. یعنی هر وقتی که ما رو تشویق بکنن حتما منافع ما در اونجا هست، هر وقتی که ما رو تنبیه بکنن حتما ضرر ما در اونجا هست. این فکر غلط و این تعالیم افترایی که در ذهن ما نهادینه شده ما رو مقاوم میکنه در مقابل تنبیه، که ما در مقابل تنبیه هم مقاومت بکنیم و هم سعی بکنیم که تنبیه رو به عنوان یک عامل غیر مفید معرفی کنیم. ولی در این حال چون بدون تنبیه جامعه اداره نمیشه، تنبیه رو برای دیگران مجاز بدانیم و همه افراد رو قابل تنبیه بدانیم، چون در اون مورد خوب میدانیم که تنبیه برای چیز، میگویم تنبیه برای اصلاحه، اصلاح به نفع فرد و به نفع جامعه است. وقت میگن اگر این تنبیه متوجه خود تو بشه چی؟ ما استثناء هستیم. در مورد من نباید تنبیه انجام بشود. تنبیه برای من بد است، برای شما خوب است و شما رو اصلاح میکنه، شما رو حمایت میکنه، شما رو تربیت میکنه، شما رو راست میکنه. در مورد من چی؟ نه، من خودم همه اینها رو دارم. و قضاوت به طور خلاصه، قضاوت قرآن و قضاوت خدا رو، چون کتاب قرآن یا انجیل یا هر کدام که باشه، اگر ما قبول دار باشیم که کتاب خداست، بنابراین قضاوت کتاب یعنی قضاوت خدا، حکم کتاب یعنی حکم خدا. بنابراین ما حکم خدا رو برای خودمون نمیپذیریم و رحمت رو در تربیت نمیبینیم. تربیت برای دیگران رحمت است، برای جامعه، ولی برای ما زحمت است. ما به هیچ عنوان تربیت رو جزء مهر و رحمت خدا محسوب نمی کنیم. به همین علت هست که با این روانشناختی و با این جامعه شناسی و با این تاریخ، اگر که به این آیه توجه کنیم، آیه 24، ملاحظه میکنیم که بسیار عذر میخوام از حضور شما به علت شرایط نامناسب صدا و در این حال چاره ای هم ما نداریم جز اینکه در روزهایی که امکان پخش برنامه زنده داریم با کسالت یا بی کسالت مجبور هستیم که برنامه رو اداره بکنیم. باز هم صمیمانه از شما پوزش میخوام و امیدوارم که این خشونت‌های صدا موجب آزار شما و رنجیده شدن شما نشود. در آیه 24 میگوید که علت اینکه اینها تنبیه و تربیت و حکم کتاب رو برای دیگران قبول دارن
ولی وقتی نوبت خودشون میرسه تمام استانداردها اینها عوض میشه و تربیت برای دیگران رحمته، برای اینها غیر مجازه، اینا لازم ندارن تربیت. و میگویند که ما تخلف میکنیم از دستور خدا، برای شما حکم قرآن خوبه، برای ما بده. از اونها سوال میشه که خب شما این تخطی که میکنید این عصیانه، این ارتداده، این منافق بودنه، این کفره، و اینها هر کدام مجازات بسیار شدیدی داره. در پاسخ میگویند که این صحبت قرآن هم دروغ است. مؤدبانه رو در این آیه نوشته، وقتی میگن که خدا کی گفته در قرآن که آتش شما رو مدت کوتاهی یک کمی اذیت میکنه و بعد خوب میشه، میگوید شما سرنشین جهنم میشید و عذاب و بلایی که گریبان گیر شما میشه دردناک و ممتد هست و از شدت اون صحبت میکنه در قالب متشابهات که میسوزید، چنین میشید، چنان میشید. یعنی سهل نگیرید مجازات رو. مجازات تا این مرحله هست که شما رو اصلاح بکنه و هر چقدر که فشار لازم باشه و هر چقدر که سختی و خشونت در لازم باشه تا شما راست بشید. اون خشونت ها آماده است و شامل خواهد شد. در مقابل این حکم قرآن، در مقابل این وعده قرآن، در مقابل این معلوماتی که قرآن ارائه میده، این گروه میگوین نه قرآن دروغ میگوید، مجازات سخت نیست، اتفاقا خیلی آسان است، اصلا بود و نبودش یکیست، یک گرمایی به آدم میخوره و آدم رد میشه. به این علت است که چون تنبیه وجود ندارد ما به خودمون جرأت تخلف میدیم. یعنی در واقع کاری که این افراد میکنند اثر اخطار تنبیه و اثر اجرای تنبیه رو ملغا میکنند و خنثا میکنند. یعنی تنبیه برای این هست که تا اونجایی که میشه در اعلام خطری که میکنه باعث بازداشت و ممانعت از انجام جرم بشه. ولی اگر شخص انقدر بی‌پروا بود که این اخطارها و این ترساندنها برای او کاری نکرد، اگر از ترس آتش نه از آتش نترسید و خود اون آتش رو شامل حال او بکنند که در درجه اول مرتکب جرم نشود از ترس، تا بعد موضوع تربیت مطرح بشود، و در مرحله دوم اگر مرتکب شد تکرار ارتکاب نکند، تکرار جرم نکند. این وظیفه تنبیه است و تنبیه بایستی که بازدارنده باشه، یا به زبان قرآن نکالن میگوید قرآن. تنبیه در مورد تنبیه دزد میگوید این تنبیه نکالی هست. نکال یعنی که موجب نکول و مقاومت و ممانعت از انجام جرم و گناه و در واقع نوعی احساس خطر کردن شخص گناهکار هست، برای اینکه از گناه و انجام خلاف دور بایسته. اصل کل در قرآن ارائه دادن طرقی است که باعث تربیت شخص بشود، ولی تربیت در جامعه اگر که شخص به عادت زشتی خو نگرفته باشد، تربیت مستقیما میتواند که در مرحله تعلیم مؤثر واقع شود.
اما جامعه ای که منحط شده، جامعه ای که فریب خورده، جامعه ای که ظلم را قبول کرده، جامعه ای که منفعت رو در فساد میبینه، منفعت رو در ظلم میبینه، عدالت رو زشت میدانه و عدالت رو مضر میدانه برای خودش، این عدالت باعث ضرر و زیان من میشه، این فکر در کله اوست. برای این جامعه تربیت احتیاج به یک پریرکوزیتی داره، احتیاج به یک پیش اقدامی داره، به یک تعدادی شرایط قبلی احتیاج داره، تدارکات قبلی احتیاج داره تا تربیت مؤثر واقع بشه. این است که در جوامعی که خطاکار هستند و مرتکب خطا شده اند و منحط شده اند و ارزش‌های اخلاقی و وجدانیات در اونها مرده و اخلاق به عنوان یک سپر و محافظ اونها رو نگه نمی‌داره، اینها قبل از اینکه مرحله تربیت اونها و تعلیم اونها که تفاوت این دوتا رو قبلا گفتیم بسیار، اگر تعلیم و تربیت بخواهد در جامعه شامل بشود و تحکیم بشود و مؤثر واقع بشود که اون جامعه ارزش‌های اخلاقیش رو از دست داده، نمی‌شود گفت که این جامعه چون ارزش‌های اخلاقیش رو از دست داده باید رهاش بکنن که مستقیما بره به جهنم. اونها هم باید تربیت بشن، اونها هم باید تعلیم بشن، اما تعلیم و تربیت مستقیم که وظیفه ربوبیت و ربانیت خداست، در صفت ربانیت فقط تربیت میکند و برای اینکه شخص تربیت بشود او رو تغذیه میکند، او رو حمایت میکند تا بتواند او رو هدایت بکند. اصل تعلیم است و هدف نهایی از تعلیم و تربیت هدایت است و هدف از هدایت رسیدن به اعتقادات و امکاناتی است که بتواند که شرایط ایجاد عدالت اجتماعی را در جامعه فراهم بکند. این زنجیره تعلیم و تربیت و منطق تعلیم و تربیت برای رسیدن به نهایت امر عدالت اجتماعی است، که عدالت اجتماعی در جامعه ایجاد امنیت، ثروت، تولید، امکان و صلح میکنه. اگر نباشه همه اینها به هم میریزه. این ربوبیت در اینجا قرار داره که باعث تربیت میشه. حالا تربیت در جامعه‌ای که سقوط در اون جامعه واقع شده مستقیما کارگر نمیشه، تربیت مع الواسطه ترس باید عمل بشه. یعنی جامعه نخست از ترس باید مرتکب جرم نشه تا کم کم در این حالتی که از ترس خطا نمی کنه، اون وقت همزمان با ترس تربیت و تعلیم شروع میشه و به جایی میرسه که شخص ترس ازش برداشته میشه، به جای ترس در او اعتقاد نهادینه میشه و بعد از این به خاطر اعتقادی که داره گناه نمی کنه، نه به خاطر ترس. ولی وقتی سقوط در جامعه ایجاد میشه باید با ترس در واقع تربیت رو تجهیز کرد، یعنی ترس به عنوان یک جهاز عملی کردن تربیت به کار میره، نه برای انتقام، نه برای راضی کردن انتقام گیرنده و نه برای اینکه خشونت و تنبیه فی نفسه چیز خوبی باشه. سخن به اینجا به این خاطر رسید که خدا در هر حال رحیم است و اگر از این رحیم هر فعلی غیر از رحمت، هر فعلی غیر از رحمت سر بزند، همه کتاب دروغ می شود، همه قرآن یک سر باطل و دروغ می شود.
اگر یک فعل از افعال خدا خارج از رحمت باشد. بنابراین جهنم با همه توصیفی که در قرآن می کند که در موردش جلسات قبل صحبت شد، باز هم صحبت خواهد شد، که از نظر تشریح و تفهیم اثر، از نظر تشریح و از نظر تعلیم و آموختن که ما با اثر تنبیه آشنا بشیم، مثال‌های جهنم زده میشه و به ابزار و اسبابی اشاره میشه که ما با اونها آشنا هستیم، مثل آتش، مثل پوست، مثل سوختن، مثل این چیزهایی که ما دارای حواسی هستیم که ما اون حواس این تماس‌ها رو با حواس تشخیص میدیم و اثری که باید در ما بگذاره میگذاره، یعنی اون ترس رو در ما ایجاد میکنه که به لحاظ اون ترس ما از ترس گناه نکنیم تا آماده بشیم. این از ترس گناه نکردن شخص رو مستعد میکنه و آماده میکنه که معلم بتواند سر کلاس درس بده. یه کسی میبینید که میگن آقا شما بیا حساب و هندسه یاد بگیر، درس یاد بگیر، مدرسه رو دوست نداره، اصلا به مدرسه نمیاد. شما کجا میخواید این شخص رو پیدا بکنید که به او حساب و هندسه یاد بدید که وقتی یاد گرفت از بیکاری دست برداره بره مثلا یک جا استخدام بشه کار بکنه؟ تا از بیکاری به کارداری برسه باید حساب و هندسه یاد بگیره فرض کنید. خب این هیچ وقت به کلاس درس نمیاد که حساب و هندسه یاد بگیره، همش تو خیابون میگرده و همش کارهای غیر مفید انجام میده. اون وقت یک روشی رو که روش اخطار هست و ایجاد ترس هست، نه برای انتقام گرفتن، نه برای اذیت کردن، نه برای آزردن، نه برای لذت بردن از سوختن کسی، یعنی این کاری که الان در برمه انجام میشه، هر روز در این مناطقی که نمیخواهند اونها مسلمانان برمه‌ای باشند، کودکان اینها رو روی آتش خاکستر میکنن، زغال میکنن، خاکستر نمیکنن، زغال میکنن، آتش بسیار بزرگی درست میکنن، میگن همین این جهنمی که توی کتاب شما نوشته همین است، و روی این ورقهای آهن میگذارن روی این آتش ها از فاصله دور هم نمیشه نزدیک شد به این آتش ها. اون وقت بچه های 4-5 ساله، بچه های کوچک رو از مادرشون میگیرن، جلوی چشم مادرشون میندازن روی این آهن های سرخ، و این بعد از یک مدتی تبدیل به زغال میشه و اینها رو ردیف مینش کنار هم قرار میدن و از اینا فیلم بر میدارند و به عنوان محصول کار و به عنوان کارخانه‌ای که برای استعمار جهانی کار میکنه عکسش رو برای ارباب‌هاشون میفرستن و امتیازاتش رو دریافت میکنن. تنبیه به اون معنا در قرآن وجود نداره، به دلیلی که عرض کردم که ما دو راه بیشتر نداریم. ما یا باید قبول بکنیم که یک خدای انتقامگیر بیمار روانی، قاتل، خونریز، خونخوار، وحشی، ظالمی است که جهان را اداره میکنه، یا اگر قبول کنیم که این خدای رحمان و خدای رحیم است، خدای رحمان و رحیم نمیتواند تغییر حال بدهد و خدا به لحاظ اینکه قرآن میگوید این صمد است و احد، اگر چیزی دارای این دو صفت باشد، یعنی احد باشد و صمد باشد، نمیتواند تغییر کند، چون اگر تغییر کند احدیت او به هم میخورد. خدا واحد است و واحد یکتاست و یکتای بی همتاست، هم یکتاست هم بی همتا. بنابراین اگر صمد نباشد، یعنی امروز صبح خدا مهربان باشد، زور خدا خشمگین باشد، خب ما پس با دو تا خدا سر و کار داریم، صرف نظر از این که این خوب است که خدا اینطور باشد یا بد است که خدا اینطور باشد. هرچه هست احد نیست دیگه. بعد از این چرا؟
راجع به دو خدا صحبت میکنیم، خدای مهربان، خدای نامهربان، خدای خشمگین، خدای غیر خشمگین. چند اسم هست که اسم فاعلی خداست که به عنوان اسامی سرفصل بر بقیه اسامی فاعلی خدا حکومت میکند. مهمترین اینها رحمان است، رحیم است و رب است و رعوف است و ستار است و قفار است. اگر این صفات فاعلی به فاعلیت خدا داده میشه، به آثار فعلیت خدا این صفات داده میشه که در مخلوق باید این صفات وجود داشته باشه و اینها توسط خدا در فاعلیت قرار میگیره. اگر صفات ضد و نقیض رو ما برای خدا در سمت فاعلیت در نظر بگیریم، اون وقت خدای فاعل در صفت و در سمت فاعل دارای نقیض خواهد شد، دارای ضد و نقیض خواهد شد، و اون وقت علاوه بر این که خدا دیگه عادل نیست، احد هم نیست، چون چند خدا به وجود آمده با خصوصیات مختلف، و اگر که احد نباشه صمد هم نیست، و اگر صمد نباشه احد هم نیست. صمد یعنی مستغنی و غیر قابل تغییر. تغییر برای تکامل است یا برای سقوط از تکامل است. در یک مرحله یک شیء، یک موضوعی، یک پدیده‌ای یا به طرف کمال میره یا بر میگرده به طرف نقصان میره، و تغییر یا برای برگشته یا برای پیشرفته. خدا نه بر میگرده نه پیش میره، نه بهتر میشه نه بدتر میشه، نه بزرگتر میشه نه کوچکتر میشه، همین است که هست. و فعلیات و آثار او عوض میشه، ولی ذات خدا عوض نمیشه و الا شرک به وجود میاد. بنابراین اگر که خدا رحیم و رحمانه، پس تنبیهاتی هم که خدا میکنه باید از رحمت برخوردار باشه. یعنی آتش جهنم هم دارای همون میزان رحمت و رأفت هست که ارتزاق مردم و رزق دادن به مردم و روزی رساندن به مردم و حمایت کردن مردم و خلقت مردم و بزرگ کردن مردم و حمایت کردن مردم رحمت هست. هر دوی اینها تابع رحمت هست. یک کمی در این مورد بایستی که فکر کرد و پیش فرضها رو کنار گذاشت. مشکله برای ما که قبول بکنیم که اگر در قرآن نوشته پوست اینها رو من می سوزانم، بعد پوست جدید برای اینها می رویانم و اون پوست جدید رو هم می سوزانم و پوست جدید دیگری می رویانم، اون رو هم می سوزانم، که اینها در این آتش و در این مصیبت و در این زجر و شکنجه باقی بمانند. خب وقتی ما اینها رو در قرآن می خوانیم و اینها رو محکمات تلقی می کنیم، طبعا مشکل خواهیم داشت با این فلسفه فکری و با این نگرش فلسفی به قرآن که اگر خدا رحمان است عمل غیر رحمت انجام می دهد. خب این که اصلا ضد و نقیض در صفت خداست، ضد و نقیضی که خدا رو مشرک میکنه، ما رو هم مشرک میکنه، شرک رو بر هستی و بر توحید استوار و مسلط میکنه و صمدانیت خدا هم ابطال میشه و اسقاط. پس اون چه که از خدا سر میزنه رحمت است برای کسانی که به این کتاب ایمان دارند. کسانی هم که ایمان ندارند که راحت هستند، نه رحمت خدا را قبول دارند نه زحمت خدا را. اما خدا در مقام رحمت اون چه که انجام می دهد برای خیر بشر، برای نجات بشر، برای حمایت بشر،
و به خاطر رأفتی است که در فعلیت خدا وجود دارد. خدا خصوصیات انسانی ندارد که رأفت یا خشونت داشته باشد. اینها خصوصیات انسان هاست و ما خدا رو در آثار و در فعلیاتش در عالم مقید شناسایی میکنیم. بنابراین صفات فاعلی خدا صفات دنیای مقید است، صفات زمانی و مکانی است که نسبت به آثار و افعال خدا این اسم ها گذاشته میشه، نه روی ذات خدا. ما رحمت رو در عالم مقید میبینیم و مفهوم رحمت رو در عالم مقید میبینیم، همینطور رأفت رو، مهرورزی رو، دلسوزی رو، گذشت رو، مساعدت رو، چشم پوشه، همه اینها رو ما در قالب مقابله با صفات فعلی خدا درک میکنیم و نباید اشتباه کنیم. چند بار تأکید میکنم اینها رو با صفت ذات خدا نباید اشتباه کرد. ما با صفات ذات خدا آشنا نیستیم، ما هیچ چیز از ذات خدا نمیدانیم. ما تنها رابطه‌ای که با خدا داریم رابطه با آثار خداست و رابطه با آیات خدا. آثار خدا این جهانی است که ما ملاحظه میکنیم و همین آثاری که خدا داره آیات خدا هم هست، نشانه های خدا هم هست و نزدیکترین آیه خدا به خدا، نزدیکترین آیه خدا به خدا کلام خداست، وحی خداست، انزالات وحیانی خداست. اون از همه چیز به خدا نزدیکتره. نه اینکه ساختمان آیه خدا نباشه، حیوان آیه خدا نباشه، آب آیه، همه اینها آیات و نشانه های خدا هستند. اما در بین این آثار و بین این آیات کلام خدا نزدیکترین آیت و نزدیکترین نشانه و علامت به خداست. این از نقطه نظر آیات. جهان مجموعه آثار فعلی خداست و بنابراین صفت فعلی میپذیرد که در ذهن ما این صفات قابل فهم و قابل تجسم هست. با پوزش از مقدمه طولانی که عرض شد، کسانی که از قرآن و از کتاب خلاف میکنند و قرآن رو در دو استاندارد متضاد قرار میدند، یک بام و دو هوا به کتاب نگاه میکنند که این کتاب احکامش برای دیگران خوبه، برای من بده، و اون چرا که قرآن سعی میکنه که انجام بده، اینها همه پنبه های رشته های قرآن رو پنبه میکنند، از پنبه میریسند نخ درست میکنند. نخ در واقع رشته ایست که از پنبه به وجود میاد. این همه رشته ها رو برمیگردونن، دو مرتبه پنبه میکنن. رشته چیه؟ رشته این است که خدا میخواد مردم رو بترسانه که در جهنم یک همچین شرایطی وجود داره، برای اینکه نریم به این جهنم وارد نشی، همین جهنمی که چند بار پوستت میسوزه، موهای سرتو میکنم، آب جوش بد میدم، چه میکنم، فهمیدی؟ بله. ترسیدی؟ بله، اصلا وحشت وجودم برداشته. همینطوری تو به جهنم نمیری. تو اگر وعده کنی و تعهد کنی و تعهدات خودت رو انجام ندی به جهنم میری. حالا الان شما یک فعل دارید و یک اکتساب. قرآن به شما میگوید که اگر تعهد کردی به تعهدت عمل نکردی، محلی که میری اینجاست که برات تعریف کردم، تابلوش رو کشیدم که یک عده آب جوش میخورن، یک عده موی سرشون، یک عده به پا آب زونشون کردن، یک عده مرتب داغشون میکنن. اینا رو خوب مجسم کردی در ذهنت؟ میگم بله. میگه میخوای بری اینجا؟ میگم نه. میگه دلت میخواد بدانی چه کنی که بری به جهنم و چه کنی که نری به جهنم؟ میگم خدای قربان دهنت بگو زودتر. یا
که نکند من راه اشتباهی برم که به این جهنم بسیار بسیار نامناسب وارد بشم. اون وقت من میآموزم که چه کارهایی باید بکنم که وارد اون جهنم نشم. فرض کنید که اصلا جهنمی وجود نداره، جهنم احتیاج نداره وجود داشته باشه. اثری که جهنم باید داشته باشه اثر آتش جهنم نیست، اثر سوزاندن جهنم هم نیست. اثری که جهنم باید داشته باشه اثر نکالی باید داشته باشه، ایجاد نکول بکنه در انسان. بایستی که حالت دیترنس، به زبان انگلیسی میگویند در زبان حقوقیشون، یعنی که همون دیترنس یعنی نکالی، یعنی بازدارنده باشه. شخص اگر با آتش برسه بسوزه که دیگه چیزی ازش باقی نمیمانه، که آدم خوبی باشه یا آدم بدی باشه، آدم سوخته مثل این بچه هایی رو که در برمه میسوزانن، این زغال شده، این برای کباب درست کردن خوبه البته، زغال دیگه، اما این اصلاح نمیشه. این بچه اگه گناهکار بوده، پدر مادرش گناهکار بودن، این بچه که دیگه اصلاح نمیشه، زغال که دیگه تربیت نمیشه. اگر قرار بود که ما وارد جهنم بشیم و تبدیل به زغال بشیم، حالا اصلاح بشیم یا اصلاح نشیم، زغال زغال دیگه تمام میشد. بنابراین جهنم باید دارای یک خاصیت دیگری باشه، باید دارای خاصیتی باشه که ممانعت بکنه، مانع بشه از ارتکاب جرم. در درجه اول با ایجاد وحشت، با ایجاد ترس. این وحشت اون وحشتی نیست که ملا برای ما درست میکنه، این وحشت وحشتی است که محیط رو آماده میکنه برای تربیت. مثال اون شاگرد رو که میزدم، شاگرد تو خیابان میچرخه، هر چی میگن بیا برو مکتب نمیاد. نتیجتاً میگن اگر که شما فردا سر کلاس نیای، زمان ما رو عرض میکنم، 5 عدد چوب محکم به کف دستت زده میشه. و بعد میای ما از تو خیابان هم پیدات میکنیم، میاریم مدرسه و میکردن این کارو. و اگر هم که 2 دفعه 3 دفعه کف دستت چوب زدیم آدم نشدی، دفعه بعد سر صف ما صحبه صف میبسیم اون زمان ها. و که عرض میکنم 50 سال پیش یا بیشتر، 60 سال پیش 50 سال پیش، اون وقت سر صبح ها ما مناجات میکردیم. یعنی مدرسه ای که من میرفتم شاگرد زیاد داشت، 1200 نفر انقدر شاگرد بودن، محصل بودن، همه با هم دعا میخوندیم دست جمعی و ظهر نماز میخواندن. اون چیزها بود. من راجع به سالها قبل از انقلاب صحبت میکنم که مردم با میل این کارها رو میکردن، نه الان که از ترس همین کارها رو نمیکنن. به هر حال این شاگرد رو میرن از بیرون میارن و دفعه اول بهش میگن اگر دیگه غایب بشی مدرسه نیایی، این چوب رو میبینی به این دیوار آویزون کردیم؟ میگه بله. میگن با این چوب میزنی میدان؟ خب وحشت هم داره دیگه، چوب بون بزرگی و این آدم رو بزنن و میزنن هم. شاید میترسه از فردا میاد سر کلاس، آدم میشه، میشینه سر کلاس یاد میگیره. وقتی یاد گرفت میفهمه که چقدر خوبه که انسان چیز بلد بشه. از فردا دیگه از ترس نیست که به مکتب میاد، از شوق به مکتب میاد. چه وقت به مکتب میاد؟ وقتی که احساس بکنه داره به اون محبت میشه. حالا محبت نه به صورت این است که مثل گربه سر آدم دست بکشن. وقتی که شاگرد تشخیص بده که این معلم داره اینو زحمت میکشه براش، دوستش داره و میخواد این پیشرفت کنه، میخواد این آدم بشه، میخواد این مفید بشه، ولی همین معلم یک چوب هم اونجا آویزان کرده که اگر لازم شد با این چوب تنبیهت کنه. معلم واقعی رو من عرض میکنم، آدم های سادیسمی همه جا هستند. اگر معلم واقعی شاگرد رو با چوب میزنه،
که این معلمی که عمرش رو گذاشته برای تعلیم بچه ها که نسل آینده رو تربیت بکنه، جامعه آینده رو بسازه، این اگر هم مجبور بشه که چوب بزنه کف دست این بچه، در واقع این چوب رو تو سر خودش زده، خودش بیشتر درد میکشه تا این بچه، ولی ممکن این کار رو بکنه. به هر حال بچه رو صدا میکنه، دفعه اول میگه اگر فردا غایب بشی، سر کلاس نیای، این چوب رو میبینی، با این چوب چنین چنان میکنن. بچه از ترس سر کلاس حاضر میشه و این ترس و وحشت باعث میشه که هر روز بیاد به مدرسه، تا جایی که کم کم علم او زیادتر میشه، ترس او کمتر میشه، در جایی که ترس او به صفر میرسه و علم او به صد میرسه. بودن در قالب متشابهات در باره عرفای ما که صحبت میکنند، بین اینها یکی از معلمین بسیار خوبی که بین ترس و تربیت به ما هدایت‌های زیادی کرده، بابا طاهر عریانه، که اشعار عرفانی او در قالب محاورات روزمره گفته شده و با خدا با زبان عامیانه صحبت کرده، ولی بزرگترین فلسفه فکری در ارتباط با مسائل ترس و تربیت، ترس و تربیت در بیان بابا طاهر وجود داره. به خدا میگوید که میخواهی که رسوا کنم تو رو، میخواهی که به مردم بگویم که چقدر رحیم هستی، میخواهی که معنی رحمان و رحیم رو برای مردم تعریف بکنم که هیچ کس دیگه از تو نترسه، ولی نمی کنم این کارو، برای اینکه ترس لازمه که مردم فقط فکر نکنن که تو مجبور هستی که با مردم خشونت کنی یا فقط مجبور هستی که با مردم رحمت کنی. مردم تشخیص بدهند که ترسی که اونها دارن لازمه و باید بترسند، و ترسی که از ابزار شمول رحمت خدا بر خلقه. در یکی از اشعارش بابا طاهر میگوید که اینکه به وعده جهنم میدهی و وعده آتش میدهی، به خدا میگوید که کجا هست که تو نباشی؟ مگر جایی هست که تو نباشی؟ اگر جایی هست که تو نباشی، که پس تو خدای همه هستی نیستی، خدای اونجا کیست که تو نیستی؟ پس تو همه جا هستی، پس تو در جهنم هم هستی و تو هر جا که باشی اونجا بهشته. چطور میشه که تو در جایی باشی و اونجا جهنم باشی؟ حالا ما سفسطه و فلسفه رو در اینجا کاری نداریم، مقصود رسیدن به یک نتیجه ایست که انسان اگر رحمت خدا رو تشخیص بده، تربیت خدا رو بخشی از رحمت تلقی خواهد کرد. میگه اگر منو به بهشت ببری، که خب خودت در بهشت هستی و منم اونجا هستم و راحت دارم، اما اگر منو به جهنم ببری، باز دو حالت داره، یا خودت اونجا هستی یا نیستی. اگر اونجا باشی که اونجا هم بهشته، ولی اگر اونجا نباشی اونجا جهنمه. اون وقت من اگر در جهنم وارد بشم، از دوری تو، از دوری تو، یا آتش برای من مهم نیست، دوری تو مهمه. و در واقع یک نوع تعریفی که بابا طاهر میکنه از جهنم، جهنم یعنی دوری از خدا و بهشت یعنی نزدیکی به خدا. میگه اگه منو وارد جهنم بکنی و در اونجا من ببینم تو نیستی، اگه تو هستی که بهشته، اگر ببینم که تو نیستی، از دوری تو چنان آهی از حیر، حسرت و دوری و بینوایی و درد فراق، چنان نعره میکشم و چنان آهی از سینه برمیارم، آه سوزنده، که همه جهنم تو رو خاکستر میکنم. اصلا جهنمی به جان میگذاری، نه اینکه این آتشها رو درست کردی که ما رو بسوزانی. دوری از تو،
در من چنان آتشی به وجود میاره از حسرت که اون آه سوزنده حسرت من جهنمت رو خاکستر میکنه، اصلا جهنمی در خلقت و هستی باقی نمیگذاره. حالا اون عناوین متشابهات بسیار شدید و غلیظ رو اگر کنار بگذاریم، یک واقعیاتی که در این کار باقی میماند این است که ترس به طور کلی بخشی از تنبیه و تنبیه برای انتقام نیست، برای نابود کردن نیست، برای بی‌خاصیت کردن نیست، برای این نیست که یک موجودیتی را از بین ببرن، محو کنند. نابودی نه در تنبیه نباید باشه، تنبیه نابود نمی کنه، تنبیه فاسد رو مبدل می کنه به مفید، نه اینی که اگر چیزی فاسد بود او رو نابود بکنه، این کار تنبیه نیست. به این لحاظ اگر ما به تنبیه و تشویق هر دو به عنوان دو بازوی رحمت خدا نگاه بکنیم که در خدمت ربوبیت و ربانیت و صفت ربانیت خدا هستند، اون وقت قبول داره تنبیه میشیم. و اگر به اون مرحله رسیدیم اساساً کاری نمی کنیم که مشمول تنبیه بشیم. اگر جهنم بتواند که آثار وجودی و تأثیر وجودی خودش رو در ما به جا بگذارد و ما اونقدر معرفت داشته باشیم که دریافت کنیم که ما چه چیزی رو بایستی که در مقابل جهنم مسلح باشیم، به چه چیزی مسلح باشیم که از جهنم دور بایستیم و این آتش به دامن ما نگیرد، اون ترس باعث احتیاط میشه و اون احتیاط باعث میشه که اون شاگرد بره سر کلاس بنشینه و سر کلاس وقتی درس یاد گرفت و صاحب منصب شد، شغلی پیدا کرد، سوادی پیدا کرد، در جامعه آبروی پیدا کرد، طبعا دیگه اون بعد از اون دنبال علم رو خواهد گرفت. امیدوارم که این تفاوت بین ترس و تربیت و تلازم بین اینها، ضمن اینکه تفاوت دارن تلازم هم با هم دارن، یعنی هم از یکدیگر متفاوت هستند. ترس ترس، تربیت تربیته، اینها حتما با هم متفاوتن، اما در عین حال وجود یکی ملازم وجود دیگری است، لازم و ملزوم هم دیگه هستند. برای کسی که تربیت بدون ترس میپذیره مثلا با ترس کاری نداره، آدمی که فقط به فکر خدمت به خلقه از خدا پاداشی نمیخواد، نه از خدا میترسه نه از خدا پاداش میخواد، خدا رو دوست داره و اطاعت خدا رو میکنه چون عاشق خداست. اون کسی که از خدا راضی نیست یا سرکشی میکنه یا به هر دلیل دیگه راه خطا میره، او تنبیه رو وقتی دریافت میکنه، ترس رو دریافت میکنه، از دریافت ترس تغییر مسیر میده. مثلا من میخواهم که از جیب شما پولی سرقت کنم، ولی چون میترسم از جهنم و باور به جهنم دارم، از ترس دزدی نمی کنم. نتیجتا به زندگی غیر دزدی پناه میبرم، تولید میکنم به جای اینکه دزدی بکنم، و یک مدتی که تولید کردم انقدر از تولید منافع حاصل میکنم و اونقدر راحت زندگی میکنم که در واقع در این کار اخلاق هم به سراغ من میاد و من اصلا فکر دزدی از سرم میره، نه از ترس. منفعت در غیر دزدی میبینم. اما چه چیزی باعث میشه که من منافع امانت رو تشخیص بدم؟ چون من الان فکر میکنم که امانت که فایده ای نداره، باید مال کسی رو پس داد. دزدی خوبه که آدم مال کسی رو سرقت میکنه دیگه هم پس نمیده. خب این فکر رو باید تعلیم بشم، من عوض بشه دیگه، نیست. من نمیرم سر کلاس که تعلیم بشم، من مشغولم دزدی هستم بیرون،
فرصت نمی کنم که برم ارزش‌های اخلاقی رو یاد بگیرم. اما اگر ترسی در اینجا وجود داشت به عنوان یک فرعی از تربیت که مانع حرکت من شد و من از ترس رفتم سر کلاس تولید یاد گرفتم، اون وقت اون ترس من باعث میشه که من برم به تولید برسم و تولید باعث میشه که درک به منافع امانت پیدا بکنم و زشتی و بدی و زیان دزدی رو پیدا بکنم. این به طور خلاصه فلسفه وجود آتش بود و فلسفه وجود جهنم و فلسفه وجود اخطار و تهدید و ایجاد ترس و وحشت در تنبیهات در قرآن بود و پاسخ به چرایی ارائه خشونت و معرفی خشونت در قرآن بود. برای دوستانی که سروران گرام من هستند، معلمین من هستند، من هیچ ادعایی به هیچ چیز ندارم، اما کسانی که خشونت در اسلام رو به عنوان بخشی از اسلام تعلیم میدهند بدون اینکه به رابطه علی اون توجه بکنند، ممکن است که در این مسیر و در این تعلیم و تربیتی که میدهند تا حدودی راه خطا پیموده باشند که البته انشاءالله اصلاح خواهد کرد و در سخنرانی های بعدیشون خشونت در اسلام رو بخشی از بدنه اصلی اسلام نمی دانند، بلکه خشونت، اگر خشونت به معنای خشونت اگر در اسلام وجود داشته باشد، خشونت با رأفت و با رحمت خدا در تضاد برمی آید و اون وقت اشکالات منطقی و اشکالات فلسفی بسیاری به وجود میاد که چطور میتونه خدایی که مهربان هست نامهربانی کند؟ اگر که خشونت نامهربانی باشد، اگر تنبیه نامهربانی باشد، اگر آتش نامهربانی باشد، ولی اگر اینها وسائلی باشند که برای آدمهایی که خوشبخت هستند احتیاجی به ترس ندارند، برای آدمهایی که نیمه خوشبخت هستند ترس اونها رو به تولید میبره و جلوی عمل خلاف رو میگیره، یعنی تربیت میکنه اونها رو که اصلا نکنن این کارها رو، نه از ترس این کارها رو، اصلا نکنن این کارها رو، اعتقادشون رو به اون راه قرار میده. کسانی هم هستند که باید به جهنم برسن، یعنی نمیترسن، مثل همین آدم هایی که در اینجا خطا میکنند و با این همه، خوب توجه بکنید، با این همه شدت عملی که در متشابهات قرآن نسبت به جهنم گفته شده، نسبت به آتش گفته شده که پشت انسان می لرزه از وحشت این تعاریفی که در قرآن شده، باز هم یک عده‌ای هستند که مثل همین هایی که از قضاوت قرآن برای خودشون فرار می کنند، برای دیگران تحریر می کنند، ذالک اینها چنین می کنند، آیه 24، به انهم، به این دلیلی که ایشان میگویند لن تمسنا، هرگز آتش ما رو لمس نمی کنه، ما با تماس با آتش بر نمی آییم، آتش نمی گیریم مگر به زمان بسیار معدود و محدود و شرایط محدودی. این چیز مهمی نیست، یعنی همه اینایی که قرآن این همه ساخته که ما وحشت کنیم، که اون وحشت عامل دوری ما بشه از گناه و از خطا و باعث نزدیکی ما بشه به خدا، نمیپذیریم و باز هم به مردم افترا میبندیم و به مردم درس غلط میدیم. و میگوید علت این کار، علت این که اینها دروغ میگویند در مورد جهنم، میگن جهنم خیلی چیز ملایمیه، اتفاقا خیلی هم گرم نیست و اینا، اون حرفایی هم که میزنن نیست، یه گرمایی میاد، چرا این دروغ رو میگن؟ برای اینکه دین اونها دین قر، یعنی دین دروغ،
دین فرعون، دین فتنه و دین ظلم هست، دین خطا هست، و بر این خطایی که میزنند وسیله اعمال این خطا و گمراه کردن افترا هست. غری که در دینشون وجود داره، اسلام نیست دینشون، دین غر دارند، اونها به این علت افترا میزنند، یعنی از زبان خدا نقل قول میکنند و مردم دارن درس میدن، در مقام ملا داره درس میده دیگه، میگه که خدا در قرآن گفته که تنبیه جهنم خیلی تنبیه قابل تحمل سبکیه، اینو ناراحت نباشید، هر غلطی میخواید بکنید بکنید. اینها قرآن میگه که این افتراست که به کلام خدا وارد میشه، کلام خدا تقویت نمیکنه دین فساد رو، بلکه تقویت میکنه کلام خدا وسیله رسیدن به عدالت اجتماعی رو. اتاق فرمان دقایق کوتاهی به ما تنفس بدید، ما بازگردیم با بینندگان باشیم. اتاق فرمان صدای منو میشنوید؟ مثل اینکه اپراتور اتاق فرمان مشغول با یک کار مهمی روی همین مسائل مربوط به کار شبکه هست که روی تلفن هستن، صدای من نمیشنون. به هر حال در آیه 23 و 24 به این موضوع مهم اشاره میکند. در آیه 25 به این ترتیب آغاز میشود که در جلسه قبل هم این آیه رو خواندیم، به طور خیلی خیلی خلاصه از روی این آیه عبور میکنیم که در این آیه سوال میکند که پس چگونه خواهد بود حال آنها هنگامی که جمع آوریم ایشان را در روزی که هیچ شکی در آن نیست و هر کس به تمام جزای اعمال خود خواهد رسید و به کسی ستم روا نخواهد شد. اون وقت قرآن به ما میگه که از خودتون سوال بکنید و از اینها سوال بکنید که مگر در این کتاب نیامده که روزی همه شما رو جمع خواهیم کرد و هر کدام از شما اون چرا که اکتساب کرده اید با اعمال ارادی خود اونها رو دریافت میکنید و شما تنبیه میشید و بقیه مشخصاتی که درباره آتش در قرآن گفته شده، میگوید اینها در حضور وجود چنین قانونی و چنین توضیحاتی و چنین بشاراتی باز هم همین کاری رو میکنند که ملاحظه میکنید. اتاق فرمان اگر صدای من میشنوید دقایق کوتاهی به ما تنفس بدید.